اولین منشور سر به تعظیمش سراسر آمل و آشور سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت و نصر را ساییده و برخواد باز از ناف همان خونی از آن ریشه آزدار شام پاک باز تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون ایران آریایی در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز آدینه است، اول جولای 2011 میلادی، ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 12 ظهر به وقت شرق، 5 بعد از ظهر به وقت لندن، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا. با امید به اینکه تنی سالم داشته باشید، یکی دیگر از سری داستان‌های زندگی رو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم هستم. سپاسگزاری می‌کنم از همه شما باورمندان به تمدن ایران شهری که برای رسیدن به خواسته‌ها سعی و کوشش و تلاش می‌کنید. سپاسگزاری می‌کنم از مدیریت تلویزیون ایران آریایی، جناب وطنخواه و همکاران دیگر، همیاران دیگر در بخش‌های متفاوت و به خصوص در اتاق فرمان که فرمان این داستان به دست این دوستان هست. از همه‌شون بسیار بسیار سپاسگزارم. سپاسگزاری می‌کنم از شما که در طی تمام این سال‌ها در کنار سازمان همبستگی ایرانیان با نام UPO United Persian Organization که برای رسیدن به خواسته ها سعی و کوشش و تلاش کرده تا همبستگی میان اپوزیسیون واقعی و برانداز به وجود بیاره، بدون مماشات، بدون اینکه کسانی که آورندگان خمینی بودن بتونن در ما رخنه بکنند یا به خودشون رو بخوان به اصطلاح آزادی خواه، دموکرات، در بعضی از اوقات حتی سوسیالیست هم بنامن. من امروز در رابطه با چند بحث متفاوت با شما صحبت میکنم و براتون توضیح میدم باز مکررن که خواسته ها چی هست و چگونه میتوان به این خواسته ها رسید، ما در کجای تاریخ قرار گرفتیم، کشور سوریه کجا قرار گرفته، چه تأثیراتی میتونه بگذاره و بعد خطا رو هم باز خواهم گذاشت در امتداد برنامه. اگر نظریاتی بود میتونم صدای شما رو هم بشنوم و امید دارم که خوب توجه بفرمایید به سخنان، به صحبت ها، تا بدون حب و بغض واقعا درسی گرفته باشیم از تاریخ. همه این روزها رو که گذروندیم میبایست یک درسی از تاریخ گرفته باشیم. این گونه نیست که فقط ما یه چیزی رو هی تکرار بکنیم در ذهنمون و با یک نوستالژی که داریم از گذشته بخوایم در همون دوران بمونیم، بلکه انسان رو به پیشرفته، میبایست درسی بگیره از گذشته و گذشته به قول معروف چراغ راه آینده است، ولی اگر با کینه بهش نگاه بکنی، با حب و بغض بهش نگاه بکنی، هیچ موقع به نتایج واقعی که میخواهی نمیرسی. خواسته های جامعه امروزی و ایرانیان امروز، چه درون مرز چه برون مرز، سرنگونی حکومت اسلامی است. به این نتیجه رسیدن جامعه ایرانی که دیگه نگاهبانی و نگاه داشتن این حکومت به نفع جامعه تاریخی ایران، جامعه ایرانی، تاریخ و هویت ما نبوده و نیست و نخواهد بود. بسیاری در همون روزهای اول به این نتیجه رسیدن، خب بسیاری هم در طی این 32 سال به این نتیجه رسیدن، اما اکثریت غریب به اتفاق جامعه بر این باور هستن که این رژیم میباید سرنگون بشه، بعد از اون به آزادی دست پیدا بکنیم. آزادی نه به معنای زندان و شکنجه، نه به معنای سانسور، نه به معنای سرکوب، بلکه آزادی در هر دو بخشش، آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه و چیزی که ما داشتیم در زمان پیشین، و همچنین اضافه تر بر اون آزادی های سیاسی به معنای تأسیس رسانه های متفاوت با نگرش های متفاوت، سازمان ها، نهاد ها، جنبش ها. اینها پایه های آغازین شکلگیری یک جامعه مدنی است، جامعه ای که میخواهد در سرنوشت خودش شرکت بکنه، اما برای رسیدن به اون میباید ساختاری رو برای خودش ترسیم بکنه که
که دست جامعه، دست افراد این جامعه باز باشه برای ابراز عقیده. حال بسیار از این عقیده ها میتونه مثبت باشه برای جامعه، بسیاری از این عقیده ها میتونه منفی باشه. منظورم از این است که اگه جامعه ایرانی متوجه بشه که خب سازمان هایی هم هستند، صحبت های متفاوتی میکنن، آیا به نفعشون هست؟ نه فقط به نفع جیبی و پولی، به نفع خودشون، به نفع زندگی بهتر. نه اینکه فقط انسان ها جلوی پاشون رو نگاه بکنن، باید به سده ها نگاه بکنن. به نفعشون هست، به نفع فرزندانشون هست اون نتیجه گیری رو که بهش میرسن، اون تصمیمی رو که میگیرن، به نفع هویتش ملیشون هست، ملی میهنیشون، به نفع حفظ تمامیتشون هست یا خیر. همه اینها رو باید اون پدر و مادر، اون خواهر و برادر بزرگتر در نتیجه بهش برسه و پیش خودش در ضمیر ناخودآگاه خودش کمی فکر بکنه. پس بنابراین ما به دنبال سرنگونی حکومت اسلامی هستیم، آزادی هستیم. آزادی بیرنگه، رنگ و بویی هم نداره، خیلی شفافه. هر انسانی آزاده نظریات خودش رو در آب و خاکش مطرح بکنه، که به اون بخشم خواهم پرداخت. به دنبال دموکراسی هستیم به معنی به نتیجه رسیدن نظریات اکثریت قریب به اتفاق یک جامعه بر یک نوع روش از یک نوع سیستم یا نظام یا حکومت، و بعد از اون این حکومت تقسیم میشه به سه بخش که به این قسمتش هم خواهم رسید. و احترام گذاشتن به رأی اقلیتی که رأی نیاورده. دموکراسی به معنای سرکوب کردن عده‌ای که رأی نیاوردن نیست، بلکه اون عده‌ای که رأی نیاوردن و نتونستن نظام خودشون رو تشکیل بدن اما میتونن وارد پارلمان بشن، میتونن نظرهای خودشون رو با جامعهشون در میون بگذارن. وقتی که رسانه ها آزاد بشه، نشریات آزاد بشه و با این سیستمی که ما داریم پیش میریم، من فکر میکنم در سالهای آینده روزنامه ها یک به یک از بین بره و همه چیز به صورت اینترنتی در بیاد در سر تا سر جهان و دیگه اینقدر از این کاغذها بیهوده استفاده نکنن، چرا که در 10 سال آینده این روندی رو که من میبینم اگه دنیا به همین حالت عادی خودش باقی بمونه و پیش بره، در دهات کوره ها هم همه از اینترنت استفاده میکنن و دیگه سیمی در کار نخواهد بود، همه به صورت وایرلس مستقیم به ساتلایت ها وصل خواهند شد و این بخش سیم کشی از این ور به اون ور، این یه مقداری دست و پای مردم رو گرفته و این سیم ها از بین خواهد رفت در آینده نچندان دور. به دنبال سکولاریزم هستیم به معنی جدایی دین از حکومت. حکومت هم براتون توضیح میدم به سه بخش تقسیم خواهد شد. یعنی وقتی که مجلس مؤسسانی آغاز به کار میکنه، قانون اساسی رو که میخواد مطرح بکنه به دور از اندیشه های مذهبی خواهد بود. یعنی به هیچ عنوان کسی که چه مسلمان هست، چه بهایی هست، چه یهودی هست، چه کلیمی، چه نمیدونم ادیان دیگه ای رو باور داره یا اصلا هیچ ادیانی رو قبول نداره و یک انسان هست، انسان آزاد هست، میخواد نظریات خودش رو با مردم در میون بگذاره و به عنوان نماینده‌ای از یک بخش از جامعه در مجلس مؤسسان قرار بگیره، میبایست بتونه نظریات خودش رو بگه و قانون اساسی فردای ایران بدور از نظریات مذهبی و نظریات شیعی و نظریات دینی خواهد بود. به معنی سکولاریزم، به معنی جنگ با هیچ نوع مذهبی نیست. دست مذهب، دست قدرت نیروی مذهبی از مجلس و از دولت خارج میشه. به هیچ عنوان دیگه این مسائل، با اینکه آقا این شخص انسان مؤمنیه، انسان خوبیه، خداشناس، نماز شبش ترک نشده، نخواهد بود، بلکه همه انسانها برابر خواهند بود در اون مجلس. به دنبال حفظ تمامیت ارضیمون هستیم که تمامیت ارضیمون بیش از این مورد تهاجم قرار نگیره. ایران با این شکلی که در حال حاضر به روی نقشه جغرافیا هست باقی بمونه و هویتش حفظ بشه، هویت ملی میهنی حفظ بشه. ما به دنبال ملی گرایی نیستیم به تنهایی، ما به دنبال ملی میهنی هستیم. آن چیزی که در مملکت هست میبایست چه در بعد تاریخی برای مردم توضیح داده بشه، چه در بعد
اجتماعی، چه در بعد هویتی، چه در بعد مالی و مادی میبایست برای این مردم درون کشور استفاده بشه تا این مردم از دستاوردهای پدران و مادرانش بتونن استفاده بکنند، استفاده صحیح بکنن، نه اینکه به جون همدیگه بیفتن. متاسفانه در مملکت ما از اونجایی که من تاریخ رو یک به یک مرور کردم و هم امروز حتی به افراد متفاوت نگاه میکنم، همشون، چون اکثریت غریبی نمیتونم بگم همشون، بسیاری الان به این مفاهیم آشنا، با این مفاهیم آشنا شدند، امروزی شدند، بعد از به فرض 35 سال که در خارج از کشور زندگی میکنن، 32 سال 30 سال که دارن زندگی میکنن، بالاخره چیزهایی از میتونم بگم راحت از نسل ما حداقل یاد گرفتن، چون در قرار بود از به قول معروف خارجی ها یاد بگیرن، خب 20 25 30 سال وقت داشتن یاد بگیرن و یاد نگرفتن. در همین چند ساله خیلی از مفاهیم رو یاد گرفتن که آقا فقط نظر تو نیست، حالا چه جمهوری خواهی، چه طرفدار نظام پادشاهی، چه کمونیستی و غیره، شما نظر تو میدی، مردم گوش میدن، اگر باور داشتند، اگر قبول کردند، مورد پذیرشون بود، خب میپذیرند، اگر نبود خب اشکالی نداره. اگه تو برای میهنت سعی و کوشش و تلاش میکنی، گفته های خودت رو مطرح میکنی، نظریات خودت رو مطرح میکنی، اگر مردم پسندیدن انجامش میدن، اگر نپسندیدن به معنی نیست که شماها نمیفهمید و باید گورتون رو گم بکنید. متاسفانه در طی این 30 سال اینجوری بوده، بعضیا محترمانه این مسئله رو مطرح کردن که برین گورتون رو گم بکنید، یعنی روتون قطع کردن، تحویلتون نگرفتن، اصلا وارد سیستمتون نکردن، نذاشتن جامعه در این رسانه‌ها صدای همدیگر رو بشنوه، بدون توهین، بدون اینکه کسی بخواد اتهامی بزنه. در بسیاری از اوقات وقتی که میای و اسنادو میخونی، چون به تریج قبای بسیاری برمیخوره که آقا آبروی ما داره میره، چون خودشون یک زمان دست داشتن در به وجود اومدن چنین دورانی، میگن آقا شما دارید بی احترامی میکنید، در صورتی که به هیچ عنوانی نیست. وقتی که مرور میکنی اسناد رو، اسناد واقعی رو صفحه میگذاری و کسانی برای این جامعه به صورت بت درآورده شده بودند، وقتی که خصوصیات اخلاقیشون رو میگی، کارهایی رو که انجام دادن میگی، بسیاری ناراحت میشن، چون هنوز این حب و بغض و همین هنوز این کینه توزی، هنوز این استبداد فردی در میان افکار این آقایون وجود داشته و حضور داشته. من همیشه در طول تاریخ به افراد نگاه کردم که اگر اشخاصی بودند اومدن یک نهالی برای مملکت ما کاشتن، ازشون سپاسگزاری کردم، همچنین اگه اشتباهی هم انجام دادن نقدشون کردم. نقد به معنای توهین نیست. اگر دست حکومت اسلامی رو میخوایم کوتاه بکنیم و قطع بکنیم، این معنای توهین نیست، بلکه پسگیری کشوره. در بسیاری از اوقات انسانها به دلیل اینکه بودجا از جای دیگه میرسه، اینها رو توهین حساب میکنن و خوششون نمیاد، که اونم واگذارش میکنیم به مردم. در بخش ساختار یک حکومت و یک نظام خدمتون عرض بکنم، یک نظام متشکل شده از سه قوه. اینو من بارها گفتم و هر روز سعی میکنم تکرارش بکنم، به خصوص زمانی که به ایران پخش میشیم، بچه های ایران بیشتر و بیشتر با این مفاهیم آشنا بشن. وقتی با این مفاهیم آشنا شدی، دیگه نه شعار نظام خاصی رو میدی، نه شعار ایدئولوژی خاصی رو میدی، میگه آقا من این چارت رو برای خودم کشیدم، میپسندم، نوع نظام رو میذاریم به رأی یک رفراندوم. اما بازم مطرح نیست، ایران مطرحه. اگر ایران بمونه، اگر داشته های ایران برای مردمش بمونه، فرض بگیرید چه در نظام پادشاهی پارلمانی، چه در جمهوری، فرض بگیرید وارد ایرانی میشید که در هر دو این نظام مطبوعات آزاد، نشریات آزاد، رسانه ها آزاد، سازمان ها و بنیادهای حقوق بشری و نهادهای متفاوت و هر گروه و دسته‌ای که میخوان برای خودشون تفکری دارن تا بتونن تفکر خودشون رو در مجلس یک روزی به عنوان یک نماینده پیاده بکنن آزاد، به هیچ عنوان سرکوبی در اون جامعه نباشه که آقا شما قانون رو رعایت نمی‌کنید. امروز براتون نشون میدم چه آقایون راجع به قانون صحبت میکنن و میکردن که همین روز بازم دارن مطرح میشن. دست اینها باید بریده بشه. اینا تا چه حد دروغ میگن به مردم، تا چه حد ضرب و شتم میکنن افکار مردم رو توسط تبلیغات. یک نظام وقتی دارای چنین رسالتی باشه، نباید برای مردم فرق بکنه. دیگه میشه به عنوان سلیقه که آقا شما طرفدار نظام پادشاهی هستی، اون سبک رو میپذیری یا این سبک رو دوست داری.
دیگه به عهده نظریات شخصی است، میرسه به اون قسمتی که برمیگردیم تو بعد مذهبیش که آقا کسی دیگه روی خط نیاد بگه آقا من به فرض مثلا اقلیت مذهبی هستم و میخوام یه چیزی رو بگم، بگه آقا من یه ایرانی هستم میخوام یک مسئله رو براتون عنوان بکنم. یا اگر میخواد در رابطه با مذهبی صحبت بکنه، به فرض الان البته بازم فرق میکنه به دلیل اینکه همه افراد، ما ایرانیان در اقلیت قرار گرفتیم به طور کلی، هر کسی که مخالفت با حکومت اسلامی بکنه ناخودی و بیخودی حساب میشه و در اقلیت دیگه، ما اقلیت در اقلیتش نکنیم. ایرانیانی هستیم عاشق به وطن که میخوایم روزهای خوشی رو برای وطنمون به وجود بیاریم. خب یک حکومت از سه بخش تقسیم میشه، در نهایت حاکم حکومت قانون اساسی است، اون مجلس مؤسسان بعد از رأی گیری مردم برای نوع انتخاب حکومت یا نظام، مردم نفرات خودشون رو انتخاب میکنن، مجلس مؤسسانی به وجود میاد. در مجلس مؤسسان است که نمایندگان مردم قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری میان زن و مرد رو می نویسند که دیگه هیچ انسانی به خاطر اینکه زن هست یا مرد هست مورد تشویق و یا تنبیه درون ایران قرار نگیره. حاکمیت که قانون اساسی باشه که دیگه فردی هم نیست، مثل مثال ساده تر بزنم، عده بسیاری میگن آقا خدا، درسته؟ آفریدگار، بعضی میگن خدا یا بعضی میگن آفریدگار، در همین دو بخشش خدمتون عرض بکنم، هیچ کس هنوز نتونسته اینو به اثبات برسونه. آقا فرد این خدا، شخص، مرد، زن، چیه؟ انرژی چیه؟ هر کی دیدگاه خودش رو میگه. اما در بعد سیاسیش خدمتون عرض بکنم، وقتی ما راجع به حاکم و یا حاکمیت صحبت میکنیم، میتونم اینطور بهتون بگم که حاکم وقتی قانون اساسی است، هیچ کس نمیتونه بگه این قانون اساسی زن یا مرده، حاکم زن یا مرده، یا اصلا شخصه. خیر، حاکمیت به دست قانون اساسی است، حاکم قانون اساسی است. قانون اساسی در سه قسمت، در سه بُعد کار میکنه: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه، که قوه مجریه همان دولت است که در نظام پادشاهی بهش میگن نخست وزیر، انتخاب نخست وزیر با رأی مردم نه با رأی پادشاه. همه اون چیزها رو باید به قول معروف اولد فشن رو باید کنار بگذاریم. به صورت مشخص پادشاه در نظام پادشاهی فقط یک سمبل است برای حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی میهنی، هیچ قدرتی درون کشور قدرت اجرایی نخواهد داشت. این رو حداقل جامعه ایرانی بعد از تاوان پرداخت کردن در طول میتونم بگم هزارها حداقل دیگه باید بهش برسه. قدرت فردی نمیخوایم. پادشاه یک وظیفه‌ای داره به عنوان نگاهبانی از هویت ملی میهنی، که مثل نوروز، نوروز هیچ قدرت اجرایی در کشور نداره. مثل رسم و رسومات، مردم این رسم و رسومات رو نگه میدارن، نگاهبانی میکنن برای ارزش نهادن به میراثی که پدران و مادرانشون از خودشون بر جای گذاشتن، اما به این معنا نیست که در گذشته بمونیم. به معنی این هست که تکامل پیدا کرده این نظامی که در رابطه باهاش صحبت میکنیم با عنوان پادشاهی، و حتی خود پادشاه هم تکامل پیدا کرده. مثل گذشته نیست که شمشیر بکشه بگه هر کی با من مخالفه من باید بزنم بکشم و قدرت اجرایی داشته باشه. خیر، پادشاهی پارلمانی به این معناست که پادشاه حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی رو به دوش میکشه. این گونه نیست که یک نخست وزیر رو انتخاب بکنه دیگه، خیر، به هیچ عنوان. نخست وزیر توسط مردم و مجلس مورد انتخاب قرار میگیره، رأی تاییدش رو مجلس در آینده خواهد داد. من کاری به نظام های حتی کشورهای دیگه ندارم، این مسئله ایست که دارم خدمتتون عرض میکنم اگر میخوایم به هزارها صحیح و درست برسیم. چون اگر حتی نظام پادشاهی بشه، مردم یک زمانی به نظام پادشاهی رأی بدن، یک نفر که 100,000 سال عمر نداره که، پادشاهی میاد پادشاهی به پادشاهی دیگه میده، پادشاهی به دست به پادشاهی دیگه میده، اما وظایفی دارن، اینجوری نیست بخور بخواب مثل دربار گذشته. بسیاری در دربار گذشته میخوردن میخوابیدن، کیفشون رو میکردن، هم امروز هم در خارج از کشورم به ریش من و شما هم دارن میخندن، میلیون ها دلار هم پول دارن، چه در خانواده پهلوی دارن، چه در دربار بودن، داشتند و دارن و یک ریال برای این مردم خرج نکردن.
من خوبی ها رو میگم، اشتباهات رو میگم که این جامعه دیگه به این اشتباهات دست پیدا نکنه و اشتباهات رو تکرار نکنه و بتونه درس تجربه‌ای بگیره از دوران گذشته. من در رابطه با دوران پیشین با شما بسیار صحبت کردم، خوبی ها رو گفتم، درستی ها رو گفتم، اشتباهات رو هم باید گفت، نقد ها رو هم باید کرد. انسان نمیبایست تعصب داشته باشه راجع به مسئله شخصی خودی که من دوست دارم در هر بعدش. اینو به اون کمونیسته میگم، اینو به اون جمهوری خواه سوسیالیست میگم، اینو به اون مصدقیزم میگم، اینو به اون طرفداران پادشاهی هم میگم. ولی کسانی که امروز پادشاهی پارلمانی رو میخوان، سبک جدیدی از پادشاهی رو میخوان یدک بکشن، به همین معناست. خود شاهزاده رضا پهلوی هم دقیقا همین چیزی رو میگه که من دارم میگم، همین نوع نظام رو میخواد، نظام پادشاهی پارلمانی که به هیچ عنوان. آقا دیگه اگه کسی در مملکت دزدی گرفته شد به زندان افتاد، فوششو به پادشاه نده. بابا پادشاه دیگه هیچ قدرت اجرایی نداره، وظایفی داره، سر تا سر کشور به همراه خانواده و اعضای خانواده باید مسافرت بکنن، به دهات برن، به قریه ها برن، با تمام افراد صحبت بکنن، به شهرهای کوچک و بزرگ برن. و چون قدرت اجرایی نداره، فقط مهربانیست و مهر از پادشاه میبایست دستی به سر و روی هموطنان خودش بکشه و داستانهای تاریخی رو تعریف بکنه که سعی و کوشش و تلاش بکنید و همچنین به قول معروف ادوکیتشون بکنه، سعی بکنه که در رابطه با هویت ایرانی که چه مقدار مهم هست، حفظ تمامیت ارضی چه مقدار مهم است، که اگر دولتی روی کار اومد، نخست وزیری برگزیده شد که این نخست وزیر کار اشتباهی کرد، مردم نخوان وردارن یک قسمتی از یک کشور رو و وردارن یه استان یا جدا بکنن، بگن آقا چون این نخست وزیر انتخاب شد و حرف ما رو گوش نکرد، ما از کارش خوشمون نمیاد، ما سهم خودمون رو با این ملت، اسمشون هم میذارن ملت، ملیت میذارن، ورداریم بریم به گوشه دیگه، ما نمیخوام قسمتی از ایران باشیم. وظیفه مهمی به دوش پادشاه و خانواده پادشاه هست. این گونه نیست که دیگه پاشون رو پا بندازن و لم بدن و نخوان کاری بکنن. دو نفر توی یک خانواده، سه نفر توی یک خانواده کار بکنن، بقیه دربار بخورن بخوابن. شما از دربار نظام پادشاهی به من نشون بدید که ده ها و صد ها نفر اومدن هزینه کردن برای رسیدن به راه آزادی، امروز کجا قرار گرفتن؟ کجا هستن اینها؟ چرا وقتی ما فریاد میزنیم صدای ما رو نمیشنون؟ به این نتیجه میرسم که اصلا با ما همگام نیستند و قسمتی از بدبختی ما توسط همون افراد بوده که یک قسمتش برمیگرده به دربار، قسمت دیگه‌ای به ارتش برمیگرده، خانواده هایی که در ارتش زندگی کردن قبل از این، یک سال قبل از این که این اتفاق بیفته، باروبندی رو چون بعضیاشون میدونستن چه خبر داره میشه جمع کردن اومدن خارج از کشور. در ساواک همینطور، از رأس ساواک بگیرید که مقدم بود، افراد بیهوده عوض میکرد و بعد حرکت های مصنوعی درون کشور به وجود میاد که نارضایتی های درون مردم بیشتر بشه، مردم رو الکی میگرفتن تو سر مردم وسط خیابون میزدن که نارضایتی ها رو، افرادی که اصلا کاری نبودن، کاری نکرده بودن، تو سر مردم میزدن نارضایتی ها رو به وجود بیارن که برای اون روزی که میخوان به نتیجه برسن. و همینطور هم شد. فردوست هم همین کارو کرد، قره‌باغی هم همین کارو کرد، به وجود آوردن نارضایتی درون مردم، درون ارتش. وقتی هویزر، خدمتتون عرض کردم، به ایران میاد، از ژانویه 79 میمونه تا فوریه یک ماه و اندی میمونه در ایران، با تمام سران ارتش صحبت میکنه. سران ارتش نگرششون در تضاد بود با حاکمیت روحانیون، میدونستن، تحصیل کرده بودن، میدونستند که اگر روحانیون وارد کار بشن، خمینی که میخواد بیا ایران بیاد و کار رو به دست بگیره، اینها یا اعدام میشن، یا تکه پاره میشن، یا از کار بیکار میشن، یا مجبور به ترک وطن میشن. اینها رو میدونستند که آخوند هیچ تخصصی نداره غیر از دروغگویی، غیر از چاپلوسی، غیر از غم بر سر زدن دیگران، جیب بری دیگران. آخوند در طول تمام تاریخ کاری نکرده. یک آخوند، بارا خدمتتون عرض کردم، یک مرد به من نشون بده که آخوند بوده اومده یک نهال برای ایران و ایرانی کاشته. هر چی پول مفت بود اینا گرفتند، از اوقاف میگرفتند، از ساواک میگرفتند، از دربار میگرفتند، از بازار
که سنتی بود میگرفتن خودشون، از مردم هم میگرفتن خودشون رو مخالف دولت هم نشون میدادن و نظام پادشاهی که همون شد. شریعت مداری دید آورنده یا اولین کسی که عکس خمینی رو در کیهان به چاپ میرسونه همین آقای شریعت مداری بود، همین روحانی معتدل به قول معروف، کسی که لباس هم تن خمینی کرد در سال 42 که در سال 42 خمینی اعدام نشه به خاطر ضدیتش با حق رأی به زنان، ضدیتش با کشاورزان دست تنگ. این مفاهیم رو بارها خدمتتون عرض کردم که هم حکومتگران هم حکومت شوندگان اشتباه کردند، به طور کلی یک ملت اشتباه کرد و دارای چنین دانشی نبودند. امروز وقتی که ما تکامل پیدا کردیم در زمینه مسائل سیاسی، اینها رو باید توضیح بدیم به جامعه. وقتی که میگیم گذشته چراغ راه آینده است، به این معنا نیستش که آقا هم امروز اگر بزنید یه مسئله رو راست بهتون بگم تا متوجه بشید، اگر هم امروز من شمیرانی رو برگردونید به سال 1356، من یکی از منتقدان ساواک، یکی از منتقدان دربار خواهم بود و سعی و کوشش و تلاشم بر این می بود که نه اینکه مملکت رو داغون بکنم، میگفتم آقا بیایید، و همچنین نمایندگان اون مجلس، کسانی که بارشون اولین کسایی بودن بارشون رو بسن رفتن. من حالا در یک بخش دیگه براتون توضیح میدم چند میلیارد دلار در همون یک سال قبل از این توطئه جهانی توسط یهودیان، توسط بهاییان ایرانی، توسط ارتشیار، توسط کسانی که حکومت گر بودن، حکومت شونده بودن، بازاری بودن، بیزینسمن بودن، اما میدونستن چه خبر دارن، در همون یک سال قبل از این توطئه جهانی پولاشون رو کشیدن بیرون، اومدن در همین آمریکا پولها رو در همین آمریکا پس انداز کردن، که امروز صاحبان باور کنید بیش از نیم میلیارد دلار هستن هر کدامشون، شاید بالاتر، افراد بسیاری بسیار بالاتر، چندین میلیارد دلار یا چند میلیارد دلار، افراد دیگه چند ده میلیون دلار و چند صد میلیون دلار. 33 سال پیش سرمایه آوردن بیرون، آگاهانه هم آوردن بیرون، یه خونه ای در اونجا گذاشتن که بگن آقا خونه ما رو به فرض اینا گرفتن، زمین کرج، باغ کرجمون هم گرفتن که خودشون رو مظلوم هم نشون بدن. اما این مظلوم ها کجا هستند که صدای من ایرانی مبارز رو و جنگجو رو برای پسگیری کشورم نمیشنوند، حتی در این راه یک پنی خرج نکردند. این رو خدمتون عرض بکنم که کورکورانه به دنبال بسیاری از مسائل نباید میرفت و نباید رفت، باید آگاهانه. اگر من شمیرانی امروز یا شمیرانی هایی که امروز هستن دیروز در نظام پیشین و در میان مردم بودند، خودشون آگاهانه وارد میدون میشدن، اصلا نمیگذاشتن سنجابی ها یا صحابی ها یا خمینی ها اصلا قد علم بکنند، در رسانه ها قرار میگرفتند، مسائل واقعی رو با مردم در میون میگذاشتند، با شاهنشاه آریامهر در میون میگذاشتند و مردم خودشون آغازگر رفرم میشدند و مجلس رو از نو میساختند، قانون اساسی مشروطه رو به طور کلی عوض میکردن، قسمت های خوبش رو بر میداشتن، قسمت هایی که در رابطه با مذهب هست، پادشاه اسلام باید باشه، شیعه باشه، باید حسین و حسن و اینا رو قبول داشته باشه، محمد قبط قبول داشته باشه، اینها رو میریختیم دور. چرا مملکت سقوط بکنه؟ چرا نظامش سقوط بکنه؟ و من به شما قول میدادم که اگر چنین نگرش هایی بود، نه شاهنشاه آریامهر تکه و پاره میشد و از کشور با چشم گریان بیرون میرفت و نه مردم با دست خودشون چنین خنجری در قلب خودشون میزدن. مملکت امروز جلوتر از اسپانیا و فرانسه و همون انگلیس پیر بود. اما وقتی که ما فاقد دانش و آگاهی هستیم، در بسیاری از زمینه ها با خنجر تو قلب خودمون فرو میکنیم، حتی هم امروز هم همینه متاسفانه، به خاطر اینکه رسانه ها بنگاه های تبلیغاتی در رابطه با افراد وطن فروش بودند و هستند و اپوزیسیون خرابکار و تروریست میپرورونند در لوای ملی، در لوای ایرانی بودن، در لوای آزادی خواهانه و دموکراسی، در صورتی که در رابطه با این مسائل اصلا صحبت نمیشه. اگه من در رابطه با این مسائل صحبت میکنم، شما نقش گنجی ها و سازگار ها و نوریزاده ها رو خودتون خیلی راحت میتونید بفهمید. خب آقایون،
شما اگر واقعا حرفای گل و بلبلی میزدید و آدمای درستی بودید، خب این مردم پشتون میستادن. شما خودتون از مردم دور کردید، حاضر حتی با یک نشست در جلساتی نیستید که ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری با شما گفتگو بکنن. آنکه را حساب پاکست از محاسبه چه باکست، از مدیران تلویزیون بگیرید تا برنامه سازانشون که طرفدار گنجی ها و طرفدار نوریزاده ها و طرفدار سازگار ها و طرفدار جایزه بگیران صلح نوبل هستند. اینها اگر واقعا مردمی هستند و انتقاد میکنن از دیکتاتوری، چرا خودشون دیکتاتورهای کوچک هستند؟ چرا حاضر به جوابگویی به مردم نیستند؟ اینها چیزی به غیر از عوام فریبی نبوده. من بارها خدمتتون عرض کردم، من اصلا مشکل شخصی با هیچ کس ندارم. اصلا باور داشته باشید که به هیچ عنوان اصلا اشخاص بر من مطرح نیستند. کشورم چون در خطره و اینها همون مسیر رو دارن میبرن مردم رو بدبخت کنن، من مجبورم به نام افراد و یا رسانه ها اشاره بکنم که آقا ببینید چه کسانی شما رو دارن گمراه میکنن و چه کسانی مجددن خمینیزم رو در لوای دیگه، در قیافه دیگه، در شکل دیگه به مردم دارن میقبولونن. بخورید خوشمزه است. خیر، اگر 33 سال پیش در رسانه ها شمیرانی هایی بودن این چنین صحبت میکردن، مردم هیچ موقع به دام خمینی یا جبهه ملی یا سنجابی و صحابی و شایگان ها و سجوادی ها نمیافتادند. میگفتن آقا شما که میگی آزادی خواه، ببینم زنت بغلت قرار میگیره در قانون اساسی. خیر، من به صورت مشخص اسناد رو بازم روی صفحه خواهم گذاشت، صفحه روزنامه رو، نمایندگان، اولین نمایندگان ریاست جمهور حکومت اسلامی بهتون نشون دادم، 160 خورده ای، یه دونه زن توش نبود. اصلا قرار نبود زن وارد جامعه بشه. یعنی تکرار همون حرفی که خمینی در سال 42 زد، خفه کردن زن ایرانی درون خونه و بیرون کشیدن مرد سالار یا غم کشی تو سر زدن زن، که این انجام شد منتها در لوای آزادی، در لوای دموکراسی. خب قوه مجریه‌ای که خدمتتون عرض کردم هم امروز ما به دنبالش هستیم، دولتی که دخل و تصرف در قوه قضاییه نداره. قوه قضاییه حتی میتونه رئیس دولت رو، چه نخست وزیر دوران پادشاهی و نظام پادشاهی باشه پارلمانی و چه ریاست جمهور باشه، به دادگاه بکشه، بگه آقا این چه حرفی بود زدی، چه قانونی بود تو تصویب کردی، به دلیل اینکه ما از به صورت هرم اومدیم بالا، از پایه به سطح رأس رسیدیم با عنوان ریاست قوه قضاییه که افراد دیگه قضات هم هستن، شما رو میخوایم دادگاهی بکنیم، در دادگاه مردم به صورت مشخص تصاویرت هم پخش بشه. ما دنبال چنین حکومتی میتونم بهتون بگم هستیم، حاکمیت قانون اساسی در دو نظام متفاوت. حاکمیت قانون اساسی با دخل و تصرف بودن درون قوانینی که مردم خودشون رأی بدن و قوانین رو به تصویب برسون، نه تصویب قوانین الهی. ما الهی نمیشناسیم. اگر الهی است، الهه‌ای هست. جامعه ایرانی به دنبال زندگی بهتر هست. این رو میگم خدمت کسانی که در کردستان هستند، کسانی که در آذربایجان هستند، کسانی که در خراسان هستند، کسانی که در زاهدان هستند، کسانی که در شرق و غرب ایران هستند. مراقب باشن، ایرانتون رو حفظ کنید. شما اگر هر کدامتون افرادی درونتون پیدا بشه که بخواد قسمتتون رو ورداره بره بگه من تجزیه میخوام چون این حکومت خراب بوده، حتی در دوران پیشین ما چنین چیزی بودیم، بدونید در قسمت‌های دیگه 2 ریال هم به شما پول نخواهند داد. کشور ایران، بذارید خدمتتون عرض بکنم، اون کردستانی که در کردستان نشسته، اگر کسانی در کنارتون قرار گرفتن و گفتن آقا ما میخوایم تجزیه بشیم، بدونید که میخوان بدبختتون بکنن، چون اگه تجزیه بشین شما باید زمین رو بکنید، برید زیر زمین تا بتونید آب از توش در بیارید، نه حتی طلای سیاه. ایران جزء ثروتمندترین کشوران جهان امروز هست که هر کسی بخواد قسمتی از استان رو جدا بکنه به معنای بدبخت کردن مردم اون استان هست. چرا ثروتی که درون کشور هست، چه نفت و گازش، چه ثروت انسانی با نام جوان و هویت ملی میهنی ما، بالاترین ارزش رو در سطح جهان داریم. به معنای فاشیسم نیست، به معنای نمیدونم اون چیزی که با نام ناسیونالیست، نمیدونم هیتلری و نازیسم نیست، بلکه من اینا رو بالا توضیح دادم. ایران آریایی،
آریایی بودن به معنی هویت است و در این هویت حس ناسیونالیستی درش نهفته است. ناسیونالیستی که نه برای جنگ جویی، نه خودش رو بهتر از دیگران بدونه از لحاظ حقوقی. ما برتری حقوقی نسبت به هیچ کسی در جهان نداریم، اما بر این باوریم که هر آنچه که جهان به دست آورد از پدر بزرگان ما بود، دستاوردهای اونها بودن، و میخوام یک بار برای همیشه از دستاوردهای پدران و مادرانمون برای خودمون استفاده بکنیم و بهش ببالیم. تعریف کردن، ستایش کردن از کوروش بزرگ، آرتمیس ها، دوران هخامنشیان و ساسانیان که دستاوردهای بزرگی از جامعه ما در دوران 2500 سال پیش بودند تا حمله اعراب به ایران، اینا دستاوردهای حماسه‌ای است که هر کشوری نداره. کشور آمریکا در زمانی که در انقلابش به پیروزی میرسه، که دستاورد بزرگی براش بوده که انگلیسی ها رو یا فئودال ها رو کنار میذاره و مردمش مجلس تهیه میکنن، توزیع میکنن، شروع میکنن حقوق انسانی رو، دهه ها و بالای 150 سال کار میکنند که هم امروز شما دارید میبینید ازش استفاده میکنید و بعضیا اسمشون رو عوض کردن، به اسم غربی خودشون رو تغییر دادن، کمی هم در آفتاب جنوب کالیفرنیا برونزه تر شدند، خونه ایرانیه، غذا خوردنش هم عاشق غذاهای ایرانیه، ولی لهجه داره یه مقداری، لهجه صحبت میکنه این عزیزان گرامی. آمریکایی شدن اشکالی هم نداره، باشن، خوش باشن، ما به دنبال خوشی کشور خودمون هستیم. امیدوارم که همه خوش باشن، هر جا که خوش هستن فکر میکنن خوشن، خوش باشن. اما اگر این خوشی رو که شما میخواین در خارج از کشور میخواهید مردم ایران داشته باشن، خسیس نیستین، بخیل نیستین، چپول نیستین، خودخواه نیستین، انسان هستین، به جای اینکه به هایتی و سونامی این ور و سونامی اون ور کار کنید، بزرگترین سونامی با نام حکومت اسلامی در اون کشور خودتون 32 سال اومده، شماها نادیده میگیرید. میگه آقا من سیاسی نیستم. سیاسی نبودن انسان هم نیستید، وجدان دارید، غیرتی درتون هست، آیا شرفی هست. در هر کجای جهان سونامی میاد، شماها سراسیمه میدوید. کسانی که میلیونرها و کسانی هستن که به قول معروف دستشون بیشتر نه فقط به دهن خودشون، دیگه به دهن خدا هم رسیده، میلیون ها دلار به فرض به خاطر خودنمایی به یک ملتی از یک کشوری که دارای مصیبت شده کمک میکنن، خب دستشون هم درد نکنه. ولی چراغی که همیشه به خونه رواست، میباید همیشه به خونه روا باشه. اگه تو خونت رو ایران میدونستی، اما در بخش دیگه میان خودشون رو ایرانی میدونن، در بعضی از قسمت‌ها شرکت میکنن، میگن من افتخارم به این ایرانی هستم، من افتخار میکنم پدرم ایرانیه، من افتخار میکنم مادرم ایرانیه، اما پولمو میدم به سونامی های این ور اون ور. مردم ایران، من رفتم یه دونه پرورشگاه باز کردم، کشور ایران، مردم ایران، به سرمایه‌داران کوچک و بزرگ در خارج از کشور احتیاج نداره که بیان برن در کشور ایران یه دونه پرورشگاه بزنن. خیر، ما اصلا احتیاج به یه دونه پرورشگاه هم نداریم. اگر این کشور آزاد بشه، 1 میلیارد از این میلیونرهای خارج از کشور رو میخره و میفروشه، به خاطر اینکه ثروت داره. مردم ایران گدا نیستن، گدا نگرشون داشتن، فقیر نگه داشته شدن. اگر امروز محتاجن، در فردای آزادی اگر درست کار بشه، بر همین پایه‌ای که من دارم خدمتتون عرض میکنم، استوار بکنید جامعه رو، جامعه ما از لحاظ سرمایه و مادیات و اقتصاد، از لحاظ معنویات در رأس جلوتر از حتی کشور آمریکا قرار میگیره، که به هیچ عنوان به فکر صدور هیچ چیزی هم نخواهد بود. اصلا احتیاج نداریم چیزی رو صادر بکنیم. هر چی که در میاریم برای خودمون، میکاریم برای خودمون، یه گندم میکاریم، هزار گندم، این نعمت بزرگ سرزمینی است که میتوان ازش استفاده کرد و دستاورد پدران و مادران ما بوده که اهورامزدا این کره رو آفریده،
حالا به چه شکلی آفریده اون اهورامزدا زن مرد نمیدونم، مثل همون قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم حاکمیته. اهورامزدا ارزانی داشت، پدران مادران ما نگاهبان این سرزمین بودن، دستاورد اونها به ما رسیده، ارثیه ای است که به ما رسیده و میبایست نگاهبان این ارثیه باشیم. اما چگونه میتونیم نگاهبانش باشیم؟ اصول رو، چارت رو، قوانین رو، دو تا چهار تا رو درست حساب بکنیم. هر آنچه که در دیروز گذشت میتونه کماکان مورد بحث قرار بگیره، نه فقط امروز بلکه هزاره ها. اما کشوری، جامعه ای، هویتی، دستاورد بزرگ بیش از 6 تا 7 هزار سال زحمات پدران و مادران ما در خطر نابودی است، این باید بهش رسیدگی بشه. چارت رو دارم خدمتتون عرض میکنم. نگرش هر نوع نظام سیاسی رو که دارید برای خودتون محفوظ، اما آزادی خواه باشید، ایران دوست و ایران پرست باشید، برای ایران بخواهید. هویت ملی میهنی رو نگاهبان باشید که تمام ما به دور این هویتیم، به دور این ارزشیم که میتونیم نگاهبان امروز و فردا باشیم. امروز من نگهبانی میدم، فردا که رفتم فرزند دیگری نگاهبانی میده. یادتون هست جلوی پادگان ها، البته بانوان شاید فقط رد شده باشن از جلوی پادگان ها، این سربازهای تفریح دیدی، من خودم یه روز اینجوری بودم، میگفتن آقا اینجا بایست 8 ساعت، آقا آخه تنبیهی 8 ساعت، آقا کمردرد میگیریم تو این اتاقه که جلوی پادگان ها بود. دوران آموزشی خیلی با ما این کارا رو کردن، یه ذره شر و شرور بودیم، بعضی اوقات میخواستیم زیرابی در بریم از زیر کارها، میفهمیدن. و یه خاطره یه تعریف بکنم براتون، در دوره آموزشی، خب 3 ماه آموزشی هست برای سربازی 2 سال، 3 ماه گوشه و کنار، چه نیروی دریایی بیفتی چه هوایی چه زمینی، 3 ماه آموزشی داری، میخوان بیان آدمت بکنن به قول معروف. و هر کسی هم که تو این 3 ماه آموزشی قرار میگیره، واقعا حتی دستپخت مادرش یا نارضایتی های پدرش یا درگیری های میان خواهر برادرش زیاد بوده، اصلا اونا رو دلتنگ میشه براش، میگه من غلط کردم، این 3 ماه آموزشی که کشیدم میخوام برگردم تو خونه همون غذای شفته مامانمو بخورم که هی 10 بار بهش گفتم بابا اینو واسه من درست نکن، اینجوری درست نکن، بس آلوالو توش نرید. یادتون چقدر قهر میزدیم جوونیا، نوجوونیا سر مادره؟ بهترین غذا رو سعی میکرد درست بکنه، 6 ساعت 7 ساعت اون چراغ میمون، اون سفیتلی ها یادتونه آبی رنگم بود، چه روزای ارگانیک خوبی بود. قهرم میزدیم، ما میرفتیم سر خیابون سوسیس میخوردیم، بازم قرمه سبزی داریم، بابا ولمون کن مادر، چی درست کنیم؟ ماکارونی؟ ماکارونی ها ایرانی یادتونه توی این قابل ما درست میکردن. دستشون درد نکنه، دستتون درد نکنه مادران، واقعا هرچی داریم از شماها داریم. من کوچیک تک تکتونم، حتی اگر نظریات من رو قبول نداری اما برای پسرت خدمت کردی، من قربونتم میرم، فداتم میشم، به خاطر اینکه شماها مادران گل ما بودید، شماها نازنینانی بودید که فرزندانی به وجود آوردید که نگاهبانی بکنن از ایران. حتی اون پسرت که امروز نشسته با من مخالفه، حتی اون پسرت یا همسر گرامیتون که با من مخالفه، اما من یک ایرانی هستم که همه شماها رو دوست دارم، در بعضی اوقات رگم میزنه بالا وقتی که تجاوز رو میبینم، وقتی که تیکه پاره شدن خواهران و برادرانم رو میبینم، وقتی که تیکه پاره شدن هویت ملیم رو میبینم داغم میکنه، یعنی خون جلو چشم رو میگیره، چون هنوز غیرت ایرانی، تعصب ایرانی بودنم مونده، نه تعصب ایدئولوژی یا نوع نظام، تعصب ایرانی موندنم. حتی اگر در فردای ایران 10 نفر بریزن سر یه دونه مجاهد که عقیده مجاهدی داره بخوان کتکش بزنن، من به طرفداری از اون مجاهد میرم در صحنه. حق ندارید دستی رو کسی بلند کنید به خاطر عقیدش. اینگونه خدمتون عرض بکنم، ما بچه های پایین شهر ایران اینگونه بودیم که حتی اگر با کسی تو محل دلخوری داشتیم، نارضایتی هایی بود، اما
ناجوان مردانه در قسمتی میدیدیم سر شیختن دادن کتکش میزنن، بدون اینکه حتی بدونیم داستان چی شده، به طرفداری اون کسی که ضعیف هست میرفتیم وارد میدون، که در بسیار از اوقات هم کتکم خوردیم. داستانهای نوجوانی و شرور بودن ما بماند تا در ایران و همراه رفقام که نزدیک به 23 سال اینها رو ندیدم. مطمئن باشید اگر زنده موندم تا اون روز، تمام روزها رو، دوران ورزش رو، دوران بچه محل ها رو، دوران یک به یک رو مرور میکنیم و برای مردم، اگر باقی موندم میخواهم برای مملکتم کاری بکنم، به عنوان یک نماینده‌ای تمام تجربیات خودم رو با بچه های ایران در میون بگذارم، نه به عنوان برتری باشه. من کوچیک هر ایرانی هم هستم، حتی کسانی که با من مخالفت دارن، اما مخالفتشون مطمئن هستم به خاطر دشمنی نیست. من تنها و تنها دشمن کسانی هستم که ایران رو نابود کردن و کماکان نابود دارن میکنن با سیاست‌های نادرستی که به مردم انتقال میدن. این مسائلی که دارم خدمتتون عرض میکنم خیلی خیلی شفاف و ساده است که همه شما پدران و یا مادران در هر سنی که هستید میتونید بفهمیدش. حتی اگر سواد کافی در رابطه با مسائل سیاسی نداشته باشید، این مسائل اصلا من راجبش صحبت کردم، پایه های سیستم سیاسی است که زندگی اجتماعی رو درست میکنه. زندگی اجتماعی که شما میخواین داشته باشید، درش آزاد باشید، بر اصول چنین پایه است. اصلا احتیاج نداره شما فعال سیاسی باشی، اصلا احتیاج نداره فعالیت سیاسی کرده باشی، اصلا احتیاج نداره حتی 10 تا کتاب سیاسی خونده باشی. اینقدر ساده دارم برای توضیح میدم که اگر کسانی آمدن چنین گویشی، چنین کنش و منشی داشتن، رسالتی این چنین داشتن، تمام و کمال پشتش بیستید، چرا که معلم خوبی، نماینده خوبی خواهد بود برای شما، برای اجتماعی که شما میخواید فرزندتون رو درش بفرستید. مثل دقیقاً مدرسه میمونه، یک پدر و مادر بی سواد رو نگاه بکنید، فرزندی دارن میخوان ببرن بذارن در یک دبستان، وارد دبستان میشه، نگاهی به بچه های دیگه میکنه، میره وارد دفتر میشه. دفتر یادتون، ما از این خطکش هم زیاد خوریم از طرف ناظم بچه که بودیم، دبستان بود و شر و شور. رفتم تو اون دوران، یادم خیلی چیزای دیگه میاد که احتیاج نیست که بگم، خاطرات شخصیست، میمونه برای یک جلسه دیگه که راجع به خاطرات شخصیست فردی صحبت بکنیم. تاریخ شفاهی، یک پدر و مادر بی سواد فرزندش رو میبره در دبستان و بعد میخواد ثبت نام بکنه برای بچهش، میخواد بچهش مثل خودش دیگه نباشه. نگاهی به در درجه اول سر و شکل اون ناظم و معلم میکنه و یا مدیر، میسته با تجربه‌ای که اون پدر درست سواد نوشتن و خوندن نداره ولی در جامعه بزرگ شده. بسیاری از پدران و مادران ما در اون زمان سواد خوندن نوشتن نداشتن، جامعه عقب نگه داشته شده بود، ولی چون تو جامعه کار کرده بودن، وارد بازار شده بودن، از 7 سالگی و 8 سالگی و 6 سالگی وارد اجتماع شده بودن، نگاه که میکردن میتونستن بفهمن. سواد نداشتن اما احمق نبودن. سواد نداشتن به معنای احمق بودن نیست که انسان ها هیچی رو نفهمن، میفهمیدن. و اگر مدرسه ای رو تشخیص میدادن که درست نیست از برخورد ناظمش، برخورد معلمش، برخورد اصلا بچه‌شون رو قرار نمی‌دادن، میگفتن خان به بچه حالا برمیگردیم، بچه‌ها می‌بردن می‌ذاشن یک مدرسه ملی یه جای دیگه. این داستان بارها و بارها اتفاق افتاده. از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم؟ ولی این سه بخش رو خدمتتون عرض کردم که نقطه سر خط رسیدیم به دستگاه مجریه، قانون‌گذاری که بر رأی اعتماد مردم بر پایه دموکراسی به نخست وزیر و یا ریاست جمهور داده میشه. زیاد صحبت کردم، باز هی سعی میکنم، دوستان میگن یه فیلمی چیزی پخش بکنید، یک ترانه‌ای، یک بریکی بگیرید که مردم خسته نشن. خیلی امیدوارم خستتون نکرده باشم. خب اینها رو اینجا داشته باشید، در درس های بعدی باز هم با شما صحبت خواهم کرد در رابطه با دنیایی که میخواییم بسازیم برای ایران، که این مفاهیمی است که پای تلفن اگه شما با ایران صحبت میکنید خواهشن کوتاه مختصر توضیح بدید به بچه ها.
من نمیتونم همیشه همه جا باشم. کاش میتونستم باشم. رسانه هایی که مثل صدای آمریکا و بی بی سی قدرتی دارن که افراد رو میارن، مردم رو سر افراد. آقا کروبی چی گفته، فلان چی گفته، بیانیه‌اشو بخون. اصلا راجب مسائل اصلی نمیپره، راجب آزادی صحبت میکنن، فقط مرگ بر ولایت فقیه، همه چی حله. اینا سر مردم رو کل. ما داستان‌های ریشه‌ای داریم که باید حل بکنیم. ریشه و پایش همین چیزاییه که دارم بهتون میگم. میخوام از بچه‌ها درخواست بکنم که فایل امروز رو که خدمتون دادم اول جولای در دو بخشش، یک و دو، پشت سر هم برای مردم پخش بکنی که در رابطه با سوریه هست. مردم سوریه به خیابون‌ها ریختند، لباس پرچم خودشون رو پوشیدند و بعد از هزاران کشته‌ای که بر جای گذاشتن از پا ننشستند. فقط ای کاش میتونستم با این افراد هم صحبت بکنم که یادتون نره هر زمانی اخوان المسلمین در کنار شما قرار گرفت بترسید، که مأموران مستقیم استعمار پیر هستند، همون مأمورانی که توسط دکتر علی شریعتی به ایران اومدن به همراه یزدی، ولی یزدی جلوی خودش گرفت، اول شریعتی اومد و بعد اون نظریاتش بود و بعد ما وارد یک داستان دیگه شدیم که اون داستان طولانیه. امیدوارم که مردم سوریه که به پا خواستن این همه تاوان پرداخت کردن به نتیجه درست انسانی برسن و این مفاهیمی که من دارم برای شما یاد میدم مردم سوریه دانسته باشن. بعد از دانستنی ها دانش و آگاهی به خیابون ریختن و اعتراض کردن و حکومت رو سرنگون کردن و به دست خود گرفتن، خود میتونه پایگزار روزهای خوش باشه. این هم از مردم سوریه که چنان متحد هستند، حتی در ضعف با دو نیروی متفاوت، یعنی دولت خودشون جنایتکار و همچنین جنایتکار دیگه‌ای با نام حکومت اسلامی دارن می‌جنگن تا به پیروزی برسند. Thank you.
خب این قسمتی از مبارزات مردم سوریه بوده و هست و امید دارم که به خواسته هاشون یعنی آزادی و دموکراسی و سکولاریسم دست پیدا بکنند و بتونن جان فرزندان آینده خودشون رو نجات بدن، به دور از اینکه اخوان المسلمین بخواد بیاد در کنارشون و مجدداً اینها رو به چپ و راست بکشونه، چون اینها بالاخره زمینه های مذهبی درونه سینه‌شون دارن، درون فکرشون دارن. متاسفانه خاورمیانه همیشه دچار چنین تعصباتی بوده که کشورهای بزرگ و دارای سرمایه و ارتش و نفوذ رسانه‌ای تونستند از باورهای مذهبی مردم به نفع خودشون همیشه استفاده بکنن. هر زمانی که یک ملتی به پا خواست و خواست کاری انجام بده، اینا از باورهاش استفاده کردن و مجدداً یا اون ملت رو خفه کردن یا نادیده گرفتنش یا اصلا وارد جنگ شدن با این ملت. دیدن آقا باید خفه شید، ما احتیاج به نفتتون داریم، شما پروانه اینو ندارید که مجلس شورای ملی و غیره و سنا اینا داشته باشید، شما باید خفه بشید ما بتونیم از نفتتون استفاده بکنیم و گازتون استفاده بکنیم و لیاقتتون همین کسانی است که ما براتون میذاریم. مثلا همین کارهایی که دارن انجام میدن، اپوزیسیون درست میکنن تا این اپوزیسیون نه اینکه فکر کنید خودشون یک زمانی به جایی برسن، این اپوزیسیونی که صدای آمریکا و بی بی سی و در بخش خصوصی داره ساخته میشه و پرداخته میشه، اینا فکر نکنید از توشون خودشون میخوان کسی رو به رهبری قبول داشته باشن و برسونن. خیر، دقیقاً اپوزیسیون امروز ساختگی دست صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی و در بخش خصوصی که پروانه میدن بپردازن، اینا به چه صورته؟ براتون میگردونم به 33 سال پیش، یک سال قبل از اینکه این توطئه جهانی به نتیجه برسه، به قطب‌زاده، به یزدی، به بنی صدر و افرادی اینچنین که در رسانه‌های بین‌المللی میومدن صحبت میکردند در رابطه با حس آزادی خواهانه خمینی، روحانی بودن خمینی، انسان بودن خمینی، اصلا بحث و دیکتاتور بودن شاه و جنایتکار بودن شاه، و در همین روزنامه هم بهتون نشون دادم نوشته میشد صفحات اول شاه با دست خود عده بسیاری رو خفه کرد، کشت. این صحبت ها رو اونها در اون زمان، همین افرادی که خدمتتون عرض کردم، بنی صدر، قطب‌زاده، یزدی و امثال هم و همچنین سنجابی که سفرهایی میکرد به خارج از کشور و گفتگو میکرد، به زبان فرانسه هم خیلی تسلط داشت و زبان فرانسه رو به مراتب بهتر از زبان انگلیسی و سایر زبانها صحبت میکرد، با لهجه اصیل فرانسوی اینها صحبت میکردن چون درس خونده های کشور فرانسه بودن. اون زمان ایرانیان خیلی رابطه نزدیک اول با کشور فرانسه داشتن، در سالهای بسیار دور 80 90 سال پیش بچه‌ها بیشتر به فرانسه فرستاده میشدن و به کشورهای اروپایی و بعد آمریکا. به هر روی اپوزیسیون ساخته شده دست این افراد اگر همین داستان ادامه پیدا بکنه، یک آقازاده از توش در میاد، نه از تو خود همین افراد. اینها آقازاده ای رو میسازن، میگن خب آقا ما رو که قبول نداری، ترفند اینه ما این همه صحبت کردیم، ببینید ما برای خودمون میگیم، برای ملت میگیم، پشت آقای فلانی بایستید. همون کاری که در اون سالها با خمینی کردن، اسم آزادی میذارن، اسم استقلال میذارن روش. اما ببینید، همیشه خدمتتون عرض کردم، نگاه نکنید چه کسی چه حرفی رو میزنه، ببینید کجا میخواد پیادتون بکنه. تمام حرفا رو زد، بگی آخرش چی؟ آقا آخرش رو به من بگو، کیو میخوای به من معرفی کنی؟ آخه یه نفر بالاخره باید باشه که این کار رو انجام بده. بعد میگن آقا خود ملت، ملت یه رهبره. اما یه دفعه میبینی از میان اینه یه نفر پیدا میکنن، تبلیغات 1 میلیارد دلاری در عرض یک ماه رو اون شخص انجام میشه. در دو شاخ آفریقا میبینید تابلوهای بزرگ یا یک شخصی زن بزرگش میکنه که آقا ببینید چه آزادی خواهیه، چه بزرگیه. ملت هم فکر میکنن که آقا ها این آقا میتونه اگه بیاد به خواسته هاش خواهد رسید. مفاهیم اصلی دیگه، تمام این درسایی که من حقیر به شما دادم فراموش میشه چون تبلیغات خیلی قویه.
من و ما رو فراموش میکنید و اصل رو کنار مجددا میذارید به فرع و یک شخص میپردازید و اون میاد و باز روز از همان روزی هست. روزگار از همان. اینا رو جلو جلو دارم بهتون میگم، راهی که در انتها شماها خواهید دید اگر جلوی چنین جریانانی نیستید و یا اصلا تردشون نکنید. به افراد وطن پرست و ایرانی و هویت ملی میهنیدار بچسبید و بپردازید تا بتونید به نتیجه برسید. ما چن مملکتی رو میخوام، یکی از قسمتایی که میخوام بهتون نشون بدم در همین فایل امروز هستش، دوستان اگه پخش بکنن فایل شماره 3 هستش آماده بکنن بهتون نشون میدم. فرض بگید ایشون عقاید چپی داره، سوسیالیستی داره، در مجلس آمریکا هست، نظریات خودش رو در رابطه با اینکام تکس و یا در رابطه با مالیاتی که باید شرکت‌های بزرگ می‌پرداختند کم پرداختند و در بخش عمده‌ای دولت آمریکا خودش داره به این سرمایه‌دارا پول‌های آنچنانی می‌رسونه که اینا قوی‌تر بشن اعتراض می‌کنه. مجلسی رو می‌خوایم که افراد با نگرش‌های متفاوت چه در نظام پادشاهی پارلمانی چه در جمهوری بتونن راحت حرفشون رو بزنن و اگه مورد تایید قرار گرفت و در بخش دیگه این مردم حرفای این نمایندگان رو به صورت زنده بشنون، در فایل ها قرار بگیره و مردم هم آگاه بشن که در مجلسشون چه میگذره، نمایندگانی که انتخاب کردن چه میگویند، آیا نظریاتشون درست هست یا غلط هست. جامعه با یک آگاهی نسبی به مراتب بهتری به سمت جلو پیش میره. اینکه شما کاسب باشی به دنبال کار بگی آقا من یه نفر انتخاب کردم، بگی من ربطی نداره هر کاری کرد، هم چیزی نیست. اگه میخوای زندگی بهتر داشته باشی، در جامعه تمیزتر، قویتر، درستتر زندگی بکنی، این قسمت ها رو هم وظیفه هر شخص در هر، یا میتونم بگم هر شهروندی هست که در مملکتی زندگی میکنه که دنبال بکنه، که متاسفانه اصلا به ما در دوران کودکی این چیزا درس داده نشده. And that is major corporation after major corporation, many of whom have powerful lobbyists right here on Capitol Hill, not only pay nothing in taxes, but in many cases get a refund from the IRS. And I just want to list some 10, the 10 worst corporate tax avoidance. ExxonMobil, largest oil company in the world, made $19 billion in profits in 2009. Exxon not only paid no federal income taxes, it actually received $156 million rebate from the IRS, according to SEC filings. So instead of throwing children off a head start or cutting back on community health centers, maybe, we want to ask ExxonMobil to actually pay taxes rather than get a refund. Bank of America, number two, received a $1.9 billion tax refund from the IRS last year. Bank of America received a $1.9 billion tax refund, although it made $4.4 billion in profits. Maybe they might want to contribute a little bit more before we cut back, as the Republicans want, on the Social Security Administration. Over the past 5 years, while General Electric made $26 billion in profits in the United States, it received a $4.1 billion refund from the IRS. Chevron received a $19 million refund from the IRS last year after it made $10 billion in profits in 2009. So if you're working stiff, you're making $30,000, $40,000 a year, you're paying taxes, but if you're Chevron and you made $10 billion in profits in 2009, you don't have to pay any taxes. You get a $19 million refund. Yeah, let's go after the little kids. Let's go after the elderly. Let's go after the sick. Let's go after the most vulnerable. But apparently in the Senate, we can't ask Chevron to pay taxes. Boeing, which received a $30 billion contract from the Pentagon to build 179 airborne tankers, got a $124 million refund from the IRS last year. Valero Energy, the 25th largest company in America with $68 billion in sales last year, received a $157 million tax refund check from the IRS. Goldman Sachs, our good friends on Wall Street, in 2008 only paid 1.1% of its income in taxes, even though it earned a profit of $2.3 billion and received an almost $800 billion from the Federal Reserve and U.S. Treasury Department. Citigroup last year made more than $4 billion in profits but paid no federal income taxes. ConocoPhillips, fifth largest oil company in the U.S., made $16 billion in profits from 2007 through 2009
but received a $451 million in tax breaks through the oil and gas manufacturing deductions. Over the past 5 years, Carnival Cruise Lines made more than $11 billion in profits, but its federal income tax rates dropped during those years. It's just 1.1%, 1.1. So the point is, if you go out and you work for a living, you pay taxes. Pay 10, 15% of your income taxes. But if you're on Wall Street, if you're a major oil company, if you have lobbyists all over this place, not only can you avoid paying any taxes, in many cases you'll actually get a tax refund from the IRS. So what's the point? The point is that at a time when we have a $1.6 trillion deficit, maybe we have to reduce that deficit, not simply on the backs of working families, low-income people, the children, the sick, the elderly. Maybe, maybe we might want to call for shared sacrifice. Maybe ExxonMobil and some of the large oil companies might be asked to pay something in taxes. Maybe General Electric might be asked to pay something in taxes. Maybe the wealthiest people in this country might be asked to pay something in taxes. Madam President, these are serious times for our country. We need serious answers. We need shared sacrifice. Thank you, and with that, I would yield the floor. خب دیدیم نمونه ای از آنچه که ما میخواهیم در مجلس های خودمون داشته باشیم، نمایندگانی که حرفشون رو بزنن. حالا ایشون عقاید سوسیالیستی کمونیستی داره، هیچ اشکالی هم نداره، در مجلس قرار گرفته. درسته که اینجا نظامش چیز دیگری است، اما نمایندگانش از طرف مردم میتونن بیان تو حرفشون رو بزنن و این در سطح گسترده‌ای در اختیار مردم قرار میگیره. مردم توجه میکنن که آقا نمایندگان چی دارن میگن، کجا قرار گرفتن، آیا به نفعشونه، آیا به ضررشون حرکت میکنه، جمهوری خواها کار درستی دارن میکنن، نمیدونم اشتباه میکنن، دموکرات ها در کجا قرار گرفتن، چه سیاستی رو، چه استراتژی رو در پیش گرفتن. ما میخواهیم چنین فضایی رو در مملکت داشته باشیم. امیدوارم جامعه ایرانی با جان و دل گوش بده. الان میخوام کلاهبرداری هایی که تا به امروز بر سر این مردم شده رو خدمتتون عرض بکنم، نشون بدم این چه مقدار و چه میزان اینها کماکان دارن کلاهبرداری میکنن و با پول هایی که خرج میشه در سرتاسر جهان که حتی یک پنیش از جیب آورندگان در واقع کشورهای غربی نیست. خدمتتون عرض بکنم که اینو من گفتن اینشو بزنیم قطع میشه این صدا. D&D روش نوشته، صداش آزاردهنده بود. کجا بودیم؟ نقطه سر خط. بله، یک پنی از اون پولهایی رو که خرج دارن میکنن برای آوردن افراد دیگه یا نشون دادن آقا روحانیون خوبی هم داریم، روحانیون همه بد نیستند، آخوند خوب هم داشتیم، حالا همینو میگن. آقا میتونی به من بگید چهار تاشونو؟ خب خیلی تعدادشون زیاده، من نمیخوام به این مسائل بپرد. آقا چهار تا روحانی، به قول خودتون روحانی، نشون بدید. دو تا خونه برای دو تا فقیر ساخته، یه مدرسه ساخته با جیب شخص، با پول شخصی ها، نه اینکه با پول مردم گرفته باشه. این پولایی که کلاهبرداری میکردن بعد کماکان میکنن کار. آقا یک روحانی کارگر به ما نشون بدید. ای بابا روحانی که کارگر نمیتونه باشه. دست این روحانیون رو نگاه کنید، از دختر 14 ساله تمیزتره. واقعا اگه برن لاک بزنن عکس بگیرن هیچ کس نمیفهمه یعنی دست زن یا دست مرده. کار نکردن تو زندگیشون، اصلا نمیدونن کار یعنی چی. آقا شما برید کار بکنید، من خدا من اینجا قرار داده که شما دستاوردتون رو بیاد به من دعاتون میکنم، نماز میخواین براتون موقعی که مردید بخونم به فرض 3 میلیون تومان، من نماز میخونم براتون که شما رو خدا ببخشه، وظایف دینی و شرعی خودتون انجام ندادید، من این کارو براتون میکنم. اینا مسائل خیلی ساده ولی دردناکه دارم بهتون میگم. به یاد داشته باشید که حتی یک آخوند خوب هم در طول تاریخ کشور ما نداشت. اصلا جنایتکار خوب نداریم که. جامعه جهانی آقا هیتلر خوب داره، موسولونی خوب داره، میشه همچین چیزی؟ شما بیاد بگید آقا ما در مملکتمون همه هیتلرها که بد نبودن، 4 تا هیتلر خوب هم داریم. آقا هیتلر که خوب نمیشه که. خب
یکی از بزرگترین کلاهبرداران به نظر من این شخص از خمینی جرمش به مراتب بیشتر، نه فقط این شخص، حتی کسانی که این شخص رو تایید کردند و یا تمجید کردند. البته به تعدادی افراد بودن که حرکت اولین رو دیدن، واقعا چون سیاست اینه میتونید اشتباه بکنی، ولی در ادامه کار 8 سال 6 ماه اول 1 سال اول شاید بعضی گول بخوره، ولی این آقا اصلا نذاشت تمبر این داستانش خوش بشه، شروع کرد جنایت رو و سرپوش و درپوش گذاشتن روی خواسته های مردم. شخصی است با نام خاتمی. میخوام بهتون نشون بدم ببین چقدر فریبکارانه. میگه آقا ما جنایتی که میکنیم بر اساس قانون انجام میدیم. شرع اسلام اسمش جنایت نیست، تنبیه کردن و یا کشتن افراد به معنی درس زندگی است که کار خوب و کار بد رو تشخیص بدند. در رابطه با لواط صحبت میشه، هم جنس بازان، یا آقا میگه اگه منظورتون لواطکاران است، بله خب اینها تنبیه شدن. مثلا ما تنبیه در جامعه داریم با معنای قانون، تشیع میگه این کار زشته، بده، خوب نیست، اما ما در مدارس خودمون انجام میدیم، بیرون درس پیدا نمیکنه. هیچ کسی هم اگه قرار بود اعدام بکنیم، من رو راست بهتون بگم لواطکاران رو به قول خود همین باید اعدام میکنه، شخص خودش همون اول باید میکشیدن بالا. اینا اگر نباشن اصلا نمیتونن اون عمامه رو سرشون بذارن. وارد شدن تمام اینها، عده‌ای هستن که همه این کارها رو با هم میکنن و بعد وارد اون داستان ترخیص میشن که آقا عمامه رو بذاری، یعنی عمامه گذاشتی یعنی این کارو باد کردن، این کار هستی، و همین خاطر میگم اینا مرد نیستن. این واقعیت دارم بهتون میگم، باور ندارید فکر میکنید، نگاه بکنید ببینید این جنایتکار چی میگه، خودتون متوجه میشید. میخواد در سطح دانشگاه صحبت بکنه، خیلی دانشگاهی. During your remarks, you repeatedly condemned the Muslims. Excuse me, say your name again. Eric Fish? Yeah. Okay, so you repeatedly condemned Muslims who commit violence in the name of their religion. In line with that sentence, I'm wondering why the government of Iran executes gay people and whether you believe they should continue to. It goes at a rapid pace, but good. The question's clear. That's okay. Good. Please. So I'm going to cut that. من خشونت رو محکوم کردم و چطور بنا چگونه است که امام اسلام خشونت میشه، از جمله این که برای مواد مجازات اعدام در نظر گرفتن توضیح بدم که من You said that violence is, you said that I oppose violence being done in the name of Islam, and with this view, how can, why are gay people executed in Iraq? We are at a university, the cradle of science, so we can speak a bit scientific. در همه ادیان، در همه سیستم‌ها، در همه نظام‌ها مجازات وجود داره. مجازات به خودی خود خشونت نیست. In all schools of thought and in all religions, there is punishment, and punishment is not a form of violence. مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است. تا اگر هم نباشه اصلا جامعه نمیتونه استقرار بده. Punishment is seen as a response to violence or deviance in society, and if there is no punishment in a society, a society cannot run effectively. این که آیا مجازات اعدام مجازات منصفانه ای هست یا نیست، امروز از نظر حقوقی تو دنیا مورد بحث، شما میدونید در بسیاری از ایالات های ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام به رسمیت شناخته شده که بعضی کشورهای اروپایی است، بعضی هم اون رو قبول ندارن. پس بنابراین در نظر حقوقی هم در این که آیا اعدام به عنوان مجازات به کار برود اختلاف نظر وجود دارد. In regards to the fact that it's capital punishment, a fair reaction to crime, this is an issue that has been debated extensively in legal circles.
and there are even some states in the United States still maintain capital punishment, and even some other countries in the world. So the issue of capital punishment is still being largely debated. Well, let me متخصص امور اسلامی خدمتتون عرض میکنم. درست است در اسلام اعدام هست، ولی اگر درست روشن بینانه بنگریم، شرایطی که برای اعدام داشته تقریبا اعدامی صورت نمیگیرد. حالا اگر در کشورهای اسلامی گاهی خیلی گشاد دستانه اعدام میکنند، اون رو باید در اشکال اجرایی کار دانست. بنده معتقدم که اینقدر شرایط اعدام در اسلام دشوار هست که به سادگی حکم اعدام صادر نمیشه یا نباید بشه. As an expert of Islamic sciences, I tell you that yes, capital punishment is accepted in Islam, but it has conditions that are so stringent that execution should almost never happen. If in fact they do happen in Islamic countries, it is because it happens excessively in Islamic countries. It is a problem of bringing those religious rulings into practice. از جمله در مورد همین موردی که شما گفتید یا موردی که مثلا راجع به زنا گفته میشه، شرایطی گذشته است تقریبا غیر ممکن است ثابت شدن این قضیه و صدور حکم اعدام در مورد آن. In regards to the issue of gay people as well as the issue of adultery, the conditions that are required for capital punishment are so strict that it's virtually impossible to meet. البته این نظر من خیلی ها نظر من رو قبول ندارن و درش دیگری رو کار میبرن، ولی من دارم نظر خودم. Of course, this is my opinion, and a lot of people don't accept my opinion, but I was asked for my opinion, so this is what I do. در اسلام و بسیاری از نظام‌های حقوقی حتی غیر دینی، نبات و تماس غیر توافقی میان زن و مرد که اسمش زنا گذاشته میشه، این رو جرم دونسته. In many Islamic texts and countries, the homosexual relationships as well as non-consensual heterosexual relationships have been punishable. خیلی های دیگر هستند در دنیا، از جمله بخش مهمی از مسیحیت که با این مسئله مخالفند. There are also others in the world that have similar views, namely important sects of Christianity. So yes, you are correct. Homosexual activity is a crime in Islam. And crimes are punishable. این که اعدام مجازات یک جرمی میتونه باشه یا نباشه احترام نظر وجود داره در بارش. The fact that could crimes be punished by execution is debatable. یعنی که میان مجازات و خشونت که محکوم است باید تفاوت خواهد شد. And that we must differentiate between punishment. عجب خدایی داشتن اینها که در رابطه با این شک داشته که آیا دو نفر وقتی که عمل جنسی انجام میدن که هم جنس هستند باید کشته بشن یا کشته نشوند. خدا عقلش نمیرسیده. از زمانی که انسان رو آفرید و اون کتاب رو توسط محمد فرستاد، عقلش نمیرسید خدا که این مسئله رو خیلی روشن در کتاب قرآن بگه و اینها بیان خیلی روشن بگن آقا ما اختلاف سلیقه داریم. اگر کتاب قانون اساسی بر پایه قرآن نوشته شده، خیلی مشخصا توش هست شما اختلاف سلیقتون چیه، غیر از اینکه میکشید ولی اینگونه بیان میکنید که ما اختلاف سلیقه داریم، اما اونا دارن کار خوشونو میکنن، منم مخالفم ولی اسلام همینو گفته دیگه، یعنی در بازار خارجی گونه دیگه ای حرف میزنن، درون کشور میگن آقا به رأی قرآن گذاشتیم قانون اساسی رو و قانون اساسی است که داره اینو میگه، پس بنابراین چون قانون اسلامیه و ما قانون رو داریم اجرا میکنیم اینا باید کشته بشن. عکس اون دو تا جوون یادتونه، بچهای نوجوان اینو به جرم همجنس بازی تیکه پاره کردن. این لواطکاران
که آخوندها هستند، اصلا این واقعیت دارم بهتون میگم، این واقعیت و حقیقته. هیچ آخوندی نیست که این کارو باش نکرده باشن. اصلا آغاز کار آخوندیزم با همین شروع شده و هست. اگه نباشه اصلا اون به اون درجه مرجعیت نمیرسه، به هیچ عنوان نمیرسه. یا آخوند یه بار، من یادم بچه بودم داشت صحبت میکرد توی تلویزیون و کارتونا رو قطع کرده بودن، همه چی، من خیلی بچه بودم 13 سالم 14 سالم که یادم میسری نه، یادم آخوندی داشت صحبت میکرد، بعد رسیده بود سر همین مسائل لوات و لواتکاری و همجنسگرایی و اینها، اینا میگن لوات، همجنسگرایی نمیگن، اینا میگن لوات. بعد رفتن نمیدونم تو اذان بود چی بود، قرآن بود چی داشتن پخش میکردن، که برگردن برگشت گفت بحث شیرین لوات رو ادامه میدیم. این آقایون خودشون بحث شیرین لوات رو از همون زمان بچگی اصلا این کار رو باشون کردن و اصلا کسی که نباشه وارد اون قوم نمیشه، اصلا پروانه بهت نمیدن وارد بشی. اول از همه این کار رو باید بکنی که بتونی جواز گرفتن وارد شدن به درس روحانیت رو بیاموزی. یکی از این رفقای ما بود، خانواده خیلی مذهبی داشتش، پدرش خیلی اینو زور میکرد بره آخوند بشه، اینم هی بالاخره با ما میچرخید، میگفت آقا من از شما خوشم میاد، خانواده من بیچاره درون خونه حتی به زبون عربی هم صحبت میکردن، جدی دارم بهتون میگم. و یه روز اومد برگشت گفت آقا ما رفتیم یه چند مدتی اونجا، برگشت اینا کیان چی میگن، اصلا حالم داشت از هر چی مذهب و اینجور چیزا به هم میخورد، دنیای شماها کجا، بی برو ببین تو این حوزه علمیه اینا چی میگذره، اینا روحانی ها چی کار میکنن، چند تاشون هم میان خونه و میرن و ما رو میخوان بکشن. این طفلی هم سر روی خوبی داشت، که ما خیلی مراقب باشا، اینا از طریق اسلام وارد میشن بحث شیرین لوات رو رو شما انجام میدن به عنوان موشای آزمایشگاهی، و بعد وقتی که تمام و کمال روحانی شدی، طلب شدی، از طرف خدا آمرزش پیدا کردی، چون این ور اینای باید این کار رو میکنن، تمام تقاص رو این ور پس میده که اون ور دیگه باید از این کارا نکنن، اینم روشیست دیگه، اینم سیستمیست. بعد خودشون میان مردم عادی رو به هوای این که دو نفر عشق به هم میورزن تکه و پاره میکنن، میگن آقا اسلام گفته، یعنی دارم جنایت رو بهتون میگم که در نهایت مکافاتش هم خفته اینها و هم خانوادهشون، بچه هاشون، نوه هاشون رو خواهند گرفت. من این رو خدمتون عرض بکنم، چیزی که عوض داره گله نداره، از این دست بدید در این دنیا از دست، از همون دست میگیری، حتی اگه خودت نگیری فرزندانت، بچه هات، حتی اگر درون ایران نباشن در خارج از کشور تیکه پاره خواهند شد. من رو راست دارم بهتون میگم، آینده این بچه آخوندها و آخوندها رو دارم خیلی مشخصا میگم، به خاطر اینکه در خارج، نه فقط در خارج از کشور، در داخل کشور هم اینها نشون شدن. اینا چیکار کردن؟ از همون روزهای اول اینا وقتی که به پیروزی رسیدن، خب بسیار از خونه ها رو مصادره کردند، به خصوص در بالای شهر. من یادم یه قنادی بود در خیابون کاخ به اسم قنادی شاهرضا، که با دوستانمون هر موقع از اون مسیر رد می شدیم از این قنادی خرید می کردیم. این قنادی روی روش یه ساختمون چند طبقه بود که گویا متعلق به صاحب این قنادی بود، هیچ موقع متوجه نشدیم. اما بلا فاصله بعد از اتفاق افتادن این داستان و توطئه جهانی 1979 ریختن و کل ساختمون رو مصادره کردند و کل این ساختمون رو دادن دست کسایی که خودشون میخوان، و بعد به چند تا از این مستضعفا هم به قول خودشون، معلوم نبود این مستضعفا رو کجا گیر آورده بودن، رفیق رفقاشون بود، جا نداشتن برید تو این ساختمون زندگی بکنید. ساختمون فکر می‌کنم 6 7 طبقه بود تا اونجا که یادمه، از این ساختمون‌ها زیاد بود. حالا از این نکته بگذریم، اینا اومدن در بهترین نقاط شهر تهران و همه روز هم اینجوری هست، بهترین خونه‌ها و بزرگترین خونه‌ها رو مصادره کردن و بعد یک به یک مناطق رو به سمت شمال شهر پیش رفتن. امروز شما اگر در زعفرانیه، در بهترین نقاط، در جردن، در خیابان فرشته، نفت و سایر قسمت هایی که یک زمانی ابهتی داشت، رو راست خدمتون بگم از هر 6 7 خونه‌ای که در کنار هم هستن، یک خانواده بسیجی امروز داره زندگی میکنه در خونه 1000 متری که میلیارد میارزه، میلیاردها ارزش داره. اینها اومدن رخنه کردن میان تمام خانواده هایی که در این مناطق شاید سالهای سال زندگی میکردن، یا شاید بعدها با پولی که داشتن اومدن خونه رو خریدن. اما اینو عین واقعیت دارم بهتون میگم، برید تهران متوجه میشید.
فرض کنید من در تهران نیستم 23 ساله، اما دقیقا میتونم بهتون بگم که در تهران و حومه چه میگذرد یا در ایران، به دلیل اینکه در ارتباط هستم. کسایی که رفتن به تهران و در این مناطق دارن زندگی میکنن میتونن حرف منو تایید بکنن. در هر 5 6 7 خونه یک خونه بسیجی است که اینها نفوذ داشته باشن در هر منطقه. در یک خیابون 6 تا 7 تا بسیجی میشینه که اینها خانواده هاشون کسانی هستن که مردم رو سرکوب میکنن. از همین رو هستش دارم بهتون میگم که اصلا احتیاجی دیگه به فردوستی نیست که زمان پادشاهی اومد لیست افراد وطن پرست رو داد مثل قرباقی و اینها لیست ها رو دادن که در همون چند روز اول بیش از 300 نفر تکه و پاره کردن در همون 48 ساعت اول 3 روز اول، بلکه مردم خودشون اینها رو بعدها تکه پاره خواهند کرد به خاطر اینکه در مجاورت اینا دارن زندگی میکنن، اینها رو میشناسن، خانواده ها اینا رو میشناسن. و من از مردم همیشه درخواست کردم که اینها رو خوب شناسایی بکنید، بشناسید که ما با اینها کار داریم. اینها اومدن در این مناطق به اسم اینکه آقا خونه رو خریدیم، حالا ما چه اشکالی داریم، گناه داریم و حالا ما دیگه با این رژیم نیستیم. اصلا این حرفا نیست، اصلا جاتون تو این منطقه نیست. فرق من با کسانی که وطن فروشند و میخوان مجددن تمام این افراد درون جامعه رسوخ داشته باشند و حضور داشته باشند در این است که من میگم اینها به طور کلی به صورت مشخص از ایران باید برن بیرون، سهمی دیگه براشون در ایران نمونده. اینها به اندازه کافی جنایت درون مملکت کردن. هیتلر رو نمیتونی دی‌ان‌اش رو عوض کنی، هر جا بندازیش هیتلره، اگه ضعیفش بکنی خودشو میکشه یا میره گوشه میگیره میشینه، اگه قوی بشه بلایی به سرت میاره که اون سرش ناپیدا. در زمان دوران پادشاهی متاسفانه ما بیش از 300 هزار آخوند در مملکت داشتیم که اینا مورد تغذیه دولت و ملت هم قرار میگرفت. اینها مسائلی است که باید شناسایی بشه. در فردای ایران هیچ آخوندی به هیچ عنوان از دیدگاه من پروانه نداره در این مملکت زندگی بکنه. تا چه میزان و چه مقدار باید تاوان داد؟ نه آقا، مقام شفتش روحانی بالاخره، اصلا اینه کثافت خالی هن. صد رحمت به آشغال، آشغال یک روزی جنس خوبی بوده، مردم استفاده کردن، ظرف ریختن بیرون و به صورت آشغال در اومده، حداقل یه استفادهی به مردم رسونده. اینها زباله هایی هستن که هیچ زمانی به نفع مردم هیچ کجا کار نکردن، بلکه مردم رو استثمار کردن، مردم رو در خرافه‌گری، در بدبختی نگاه داشتند و همه استفاده ها رو به جیب خودشون. بچه هایی که تولید کردن، مطمئن بدونید اگر این واژه حرامزاده به کار میره، اول بچه های همین ها هستند که حرومی هستند و دارن از خون این ملت تغذیه میکنن، باید از ایران برن به دست مردم ایران، حتی نه به دست دولت. خود مردم باید باشن که جلوی این جریانات رو باید بگیرن. و من مطمئن هستم که جوانان ایران با این فشاری که روشون اومده، با این جنایاتی که این آخوندها انجام دادن، این کار رو بر سر خانواده و خود این آخوندها درون مملکت انجام خواهند داد و یک بار برای همیشه حداقل ما از شر این افراد در مملکت خلاص میشیم. حالا هر کی میخواد اسلام خودش رو داشته باشه، کتابش هست، بره بشینه تو منزل خودش، مسائل شخصی است، دنبال بکنه. مسائل شخصی نباید وارد مسائل قانونی جامعه بشه اینجوری که اینها واردش کردن. وقتی مسائل شخصی جاشو به مسائل قانونی و اجتماعی داد، این وضعیت پیش میاد، نه فقط برای مملکت ما، برای هر مملکتی در جهان. ما چه میزان و چه مقدار انسانهای ایرانی داریم، فرهنگ ایرانی آریایی داریم در ایران، تمدن ایران شهری داریم. میخوام قسمتشو براتون پخش بکنم که چه بچه های نازنینی در اون این کشور، در البته در خارج از کشور هستن. بدونید، مطمئن باشید، صدها و هزارها و صد هزارها و میلیونها تن از این آرتمیس ها درون مملکت هست که بعد از دیدن و شنیدن واقعیات در رابطه با هویت ملی میهنی به باها هن خواست و تعریف و تمجید میکنند از تاریخ و هویتشون و بهتون میگن که ایران به چه معنایی هست. بریم با همین قسمت رو ببینیم که یک دختر بسیار زیبای ایرانی صحبت کرده در رابطه با ایران و ایرانی و هویت ایران. با سپاس
با سپاس از تک تک شما عزیزان که قدم بر چشم ما نهادید و با حضورتان شکوهی دوچندان به این مجلس بخشید. همکنون سپاس. شعر زیبای وطن تقدیم به تک تک شما عزیزان. وطن، وطن، بگو جانا که مفهوم وطن چیست؟ که بی مهرش دلیگر هست دل نیست. وطن یعنی درختی ریشه در خاک، اصیل و سالم و پربهره و پاک. وطن خاکی سراسر افتخار است، که از جمشید و از کی یادگار است. وطن یعنی نژاد آریایی، نجابت، مهرورزی، با صفایی. وطن یعنی سرود رقص آتش، به استقبال نوروز فرحوش. وطن خاک اشو زرتشت جاوید، که دل را می برد تا اوج خورشید. وطن یعنی اوستا خواندن دل، به آیین اهورا ماندن دل. وطن تیر و کمان آرش ماست، سیاوش های غرق آتش ماست. وطن فردوسی و شاهنامه اوست، که ایران زنده از هنگامه اوست. وطن آوای رخش و بانگ شبدیز، خروش رستم و گلبانگ پرویز. وطن چنگ است بر چنگ نکیسا، سرود باربوت ها خسراسا. وطن نقش و نگار تخت جمشید، شکوه روزگار تخت جمشید. وطن منشور آزادی کوروش، شکوه جوشش خون سیاوش. وطن یعنی دو دست پینه بسته، به پای دار قالی ها نشسته. وطن یعنی هنر، یعنی ظرافت، نقوش فرش در اوج لطافت. وطن یعنی تفنگ بختیاری، غرور ملی و دشمن شکاری. وطن یعنی بلوچ با صلابت، دلی عاشق، نگاهی با محابت. وطن یعنی بلندای دماوند، ز قهر ملتش ضحاک در بند. وطن یعنی تو، وطن یعنی تو و گنجینه راز، تفعل از لسان الغیب شیراز. ز عطر خاک میهن گر شبیم است، کویر لوت ایران هم عزیز است. وطن یعنی خزر، صیاد، جنگل، خلیج فارس، رقص نور، مشعل. وطن یعنی دیار عشق و امید، دیار ماندگار نسل خورشید. وطن یعنی درفش کاویانی، سفید و سرخ و سبزی جاودانی. به پشت شیر و خورشیدی درخشان، نشان قدرت و فرهنگ ایران. کنون ای هموطن، ای جان جانان، بیا با ما بگو پاینده ایران، بیا با ما بگو پاینده ایران. در آسمان هم تو مهر جاودان، تو وطن ای هستی من، شور و سرمستی من. جلد کن در آسمان هم تو مهر جاودان، بشه رو سوزه زمنم که هم آوازه کنم. واقعا باعث افتخار و غروره. این مسائل باید درون ایران پخش بشه. هیلا صدیقی ها درون کشور، بادکوبه ای ها درون کشور، دختران و پسران زیبای ایرانی در خارج از کشور که بسیارشون شاید حتی متولدین این کشورها باشند، متاسفانه اما عشق ایران زمین از دلشون بیرون نخواهد رفت و در تالار زرتشتیان چنین سر و صدایی به پا میکنند که جهانی خواهند شد. اینها نگاهبانان واقعی ایران زمین بودند و هستند. وقتی که خدمتون عرض میکنم دی ان ای از بین نخواهد رفت، حتی اگر با تبر بزننش. هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد جوانه شد. این هنر و فرهنگ ملی میهنی ایرانیان چگونه است، چه آتشی است بر جان دشمنان ایران زمین که سعی کردند تکه و پارش بکنند با توطئه های جهانی، با آوردن ایدئولوژی های متفاوت، با زدن مخ بسیاری که آقا چه فرقی میکنه ایران، همه جا آب و خاک یکیه، ایران تو بفروش بره، بذار همه یکی بشیم، بذار دست بکنیم تو جیب هم دیگه. اما
اجازه بده اول من دست بکنم تو جیبت، شما موقع که شد من میذارم میرم، یه نفر دیگه بیاد تو دستو بکن تو جیب اون، تو جیب من نکن. اینا همشون همینجوریه، جیب خودشون مال خودشونه، جیب شما هم مال خودشونه. کسایی که میخوان از طریق ایدئولوژی جیب این ملت رو بزنن و به اسم برابری و برادری و مساوات و احتیاج به هیچ نوع ایدئولوژی نداریم. ایرانیان باورمند به تمدن ایران شهری برابری و مساوات رو میتونن خودشون به وجود بیارن با مفاهیمی که من و ما در اختیارشون قرار میدیم. آزادی بی رنگ، دموکراسی بدون شیل پیله است، احترام به هویت ملی میهنی است که میبایست در نظر گرفته بشه تا آزادی و دموکراسی به کشور بازگرده و احترام و اطمینان درون جامعه نهادینه بشه. و هر سازمانی، هر نهادی، هر بخشی از جامعه میخواد کار بکنه، آزادانه کار بکنه، به دلیل اینکه هویت ملی میهنی اگر پایگذاری بشه انقدر قوی هست که در ضعیفترین دوران خودش، که در به نظر من اگر ما تمام این سالها رو در نظر بگیریم که من تا به امروز خوندم و در رابطه باش صحبت کردم، ما در ضعیفترین دوران تاریخی از آغاز زندگی ایرانیان آریایی در سطح جهان از زمانی که انسان به وجود اومده تا به امروز قرار گرفتیم. من فکر نمی کنم که هیچ زمانی ایرانیان تا این مقدار تحقیر، تبعید و تجزیه شده باشند که ما امروز قرار گرفتیم. همه چیز در بدترین وضعیت خودشه، یعنی کثیف‌تر و زایه‌تر و بدبخت‌تر از این جامعه ایرانی در طول تمام این سالها نشده. حتی اسکندر نتونست چنین کاری رو بکنه. یک زمانی هم اگر دشمنی داشتی، دشمنا حتی معرفتی داشتن، اگر خونه تو آتیش می‌زدن فرهنگ و هویت تو آتیش نمی‌زدن، حتی احترام می‌ذاشتن به بزرگان. اما ما دشمنی داریم یا دشمنانی داریم که نه احترام حالشون میشه، نه شرف و مروت حالشون میشه، نه چیزی حالشون میشه. اینا فقط اومده بودن ببرند و همین کار رو هم کردند. اما کماکان این بدن زنده است به دلیل اینکه خون بیش از 3500 سال تاریخ و فرهنگ درون تنش هست و به این زودیا بی خون نمیشه که جان بده. سعی کردن که ایران و ایرانی جان بدن، اما متاسفانه تا به امروز اینطوری خدمتشون عرض بکنم که از تأسف برای اونهاست موفق نشدن. هنوز من و ما هستیم که میتونیم نگاهبان این جامعه باشیم، نگاهبان این فرهنگ و تمدن باشیم. من بعد دوستان تماس گرفتن گفتن روی خط میخواستن صحبت بکنم، متاسفانه در حین پخش این برنامه بود. یه 5 دقیقه وقت دارم، اگر فکر میکنید چیزی برای گفتن هست، سخنی هست، حرفی هست، میتونید تماس بگیرید، من در خدمت شما هستم. بعد داشتم فکر میکردم حیفه که یک آهنگ ملی میهنی در انتهای کار روز به جان پخش نکنیم. متاسفانه در دورانی قرار گرفتیم که بچه های ما رو این چنین تیکه پاره میکنم. من میخوام فایل دیروز رو که قرار بود براتون پخش بکنم ببینید ما چه فرهنگی رو داریم، دختران زیبای ما چگونه صحبت میکنن، چه مادران آینده‌ای خواهند بود که رستم ها و شیرزادگانی از خودشون بر جای خواهند گذاشت. فایل شماره 4 رو اگر میشه از دیروز آماده بکنید پخش بکنید. در مدارس ما چگونه تغییر میکنند این فرزندان رو در قرن 21 در کشور با تمدنی مثل ایران و چه معلمینی بالا سر این بچه ها گوشن. یادتون هست در رابطه با معلم بد چه مقدار صحبت کردم؟ دانش آموز وقتی که معلم بد داشته باشه، چه در اجتماع، چه در مدرسه، چه در آموزش، باید ببینید چه نوع پرورشی حرکتی که داره میکنه آموزش نیست، پرورشه. چگونه میپرورانند کینه و عقده و نفرت رو نسبت به بچه ها درون دبستان و بعد این رو انتقالش میدن به دورانی که اون بچه جوان و نوجوان میشه، وارد بسیج میشه و چه توقعی دارید که چه بلایی میخواد به سر دیگری در بیاره. اگر میشه با هم بریم این قسمت رو نگاه بکنیم. Gracias.
یادتون هست چند روز پیش نامه یک بسیجی رو از درون کشور براتون خوندم. نامه ای نوشته بود به من و اظهار پشیمانی کرده بود نسبت به روش هایی که تدریس بهش داده بودن که به آلت تناسلی یکدیگر دست بزنن برای اینکه بتونن پرورششون بدن روزهایی که اگر اسیر شدن اگه باهاشون این کارو کردن با یک بسیجی اینا آمادگیشو از قبل داشته باشن به نشیمنگاه دیگه هم دست بزنن یا هم دیگر رو لخت بکنن و این جور تعلیماتی که درون بسیج و یا نیروهای نظامی کمیته و یا سپاه پاسداران به هم دیگه دادن که بنیانگذارانشون چقدر گل پسرها رو من خیلی دوست دارم. آقای سازگاری باید خاطرات تعریف کنه. خب بالاخره کسی که می‌خواد این چیزا رو یاد بده به همراه کلاه دوز اون چمران، خب میخوای یاد بدی این چیزا رو بنویسی، باید یه مقدار خودت هم باید انجام داده باشی دیگه. هیچ موقع در رابطه با خاطرات شخصی این آقای گل پسر به قول معروف این سازگارها توضیح نداده که آیا شما هم به آلتهای دیگه با دوستانتون که روزنامه نگار هستن و غیره تمرین کردین که این چیزا رو به یاد بچهای بسیجی میدادید و سپاهی درون کشور که باید آمادگی هر گونه حمله ای رو داشته باشن. خب شما که معلم بودید لطفاً آقایون معلم آزادی خواه این چیزا رو این تدریس ها رو یه مقداری بازترش بکنید. در اون رسانه خیلی جای بازتریه، آدم راحت تر میتونه در رابطه با این مسائل صحبت بکنه. آموزش هایی که شما میدادید پنهان نکنید، اشکال نداره. فکر میکنم جا چیه؟ خب پس باید الان تموم بکنم. اوکی، پس دوستانم دیگه تماس نگیرند، بگذاریم. این قسمت رو براتون در نظر گرفتم تا جامعه ایرانی یک روزی تصاویر رو بازم ببینه، به پا بخیزه. از همه شما عزیزان و یاران تقاضا میکنم که به یاری این رسانه بشتابید، به یاری خودتون بشتابید که صدا و تصویر ما در وضعیت بسیار قوی تری قرار بگیره، گسترش بیشتری قرار بگیره. از همه شما بسیار سپاسگزارم، از مدیریت و هموطنانی که در این رسانه سعی و کوشش و تلاش میکنن برای رسوندن آگاهی از سر تا سر جهان، و همچنین از شما بسیار سپاسگزارم که یاری رسون این رسانه بودید و در کنار این رسانه قرار گرفتید. هر ایرانی از 10 دلار میتونه آغاز به کار بکنه، توسط کردیت کارتش با این رسانه تماس بگیره. من هر روز از ساعت 9 صبح تا 11 صبح دوشنبه تا آدینه در خدمت شما هستم به مدت 2 ساعت و به زودی به سمت ایران پخش خواهیم شد. ازتون درخواست میکنم که توسط کردیت کارت به ما یاری برسونید، به خودتون یاری برسونید. با شماره تلفن زیر تماس بگیرید 818-564-4013. همچنین میتونید از طریق پیپل روی وبسایت خود تلویزیون برید بپردازید، و همچنین کسانی که در طول تمام این سالها با من بودن میتونن روی وبسایت ما از طریق پیپل به UPO United Persian Organization سازمان همبستگی ایرانیان یاری برسونن، یا میتونن چک یا مانی اوردرشون رو به همون صندوق پیو باکس ما، پیو باکس 141 لاگونا بیچ کالیفرنیا 92652 بفرستن در بچه UPO، یا اینکه ما رو دوست ندارید راه دیگری برای نجات ایران برگزینید، ولی هر آنچه که هست برای ایران و ایرانی باقی خواهد ماند. از همه شما بسیار سپاسگزارم. بازپخش این برنامه هر شب ساعت 7 تا 9 است به وقت لس آنجلس، شهر فرشتگان مقصد نامعلوم. به شما بدرود میگم، تا روزگار دیگر، زمان دیگر، شادزی. You big disgrace, kicking your can, singing.
بگیم.